چه تفاوتی برای اسرائیل داره اینکه حالا بشنوه از زبان مقام‌های جمهوری اسلامی انتقام سخت رو و یا اون موضوع تنبیه رو، این چیزی که امروز مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی تاکید می‌کردن. به هر حال اون واکنش اسرائیل به قوت خودش باقی است و چه تفاوتی به نظر شما هست بین انتقام سخت و تنبیه؟ اعتقاد من این بیشتر برای مصرف داخلی است و به خصوص نشانی بسیار روشنی است از عقب نشینی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی وقتی که تهدید میکنه که بلافاصله انتقام سخت خواهد گرفت، همونطوری که دیدیم در موارد مختلف از جمله اون حمله موشکی که به عین الاسد انجام شد، جمهوری اسلامی ابتدا زبان بسیار محکم و سختی رو به کار میبره، به تدریج که از اون ضربه اولیه دور میشه. در این مورد احتمالاً ضربه‌ای که اسرائیل زده اخیراً دور میشه از اون ضربه، خود به خود میاد و به این واقعیت نزدیکتر میشه که خب اگر که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنه، حمله‌ای به اسرائیل صورت بگیره، بعد عکس‌العمل اسرائیل چه خواهد بود، تبعات اون عکس‌العمل در منطقه چه خواهد بود، نیروهای نیابتی چه کار خواهند کرد، به چه شکلی فعال خواهند شد و همینطور آمریکا چه کار خواهد کرد، به خاطر اینکه در احتمال اینکه به آمریکایی‌ها هم توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله بشه بسیار زیاده.